بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. من نمیدونم چه کنم، این صلوات رو دوست ندارم. من یه صلواتی که آدم هم تصور میکنه، هم تصدیق به فائدهش میکنه، هم معرفتش رو در حقیقت تصور، همه اینا رو با هم اینجور دوست دارم صلواتی باشه که از دل و جان انسان در میاد که آثارم انشاءالله داشته باشه. یه صلوات سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این صلوات دل آدمو حال میاره، دل آدمو خنک میکنه، یه شعار عظیمه. حالا یه صلوات دیگه بفرستیم بیشتر دلمو خنک کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در کتاب شریف بهار جلد هفتم، کتاب عدل و معاد، باب صفت محشر بودیم در روایت 51، ظاهرا اگر اشتباه نکنم حدیث 51 که از امیر مؤمنان علیه السلام و از نهج البلاغه نقل شده. روایت چون صدر و ذیلش تأثیر داشت توی فهم مطلب، من نظرم بودش که این حدیث رو از ابتداش، هرچند طولانی نمیشه خیلی، ولی خب از این مقداری که مرحوم مجلسی در اینجا نقل کرده سلام علیکم ورحمت الله مفصل تره، ولی با این حال اون مقدار رو بخونیم ضرر نمی کنیم. قرائنی که حضرت ابتداعاً تصویر کرده در فهم انتهای مطلب که اینجا آورده خیلی مؤثره. لذا اگر صبوری بکنن دوستان تا این متن رو از نهج البلاغه قسمت مقدمش رو هم بخونیم، فکر میکنم انشاءالله برای هممون نافع باشه. کلام امیر مؤمنان علیه السلام مقدمه چینی کرده با یک بیان بسیار قوی و خیلی بلند، مطلب رو رسونده تا به معاد. انشاءالله این رو از روی خود نهج ببینیم. در کتاب نهج البلاغه خطبه 223، در این خطبه، در این کتابی که مرحوم دشتی ترجمه کردن، در خطبه 223 و اگر کسی به شرح ابن میثم رجوع میکنه خطبه 214 ظاهرا اگر اشتباه نکنم 214 ابن میثم میشه، در اونجا این خطبه رو آورده که خطبه بسیار جالبی است، حتما هم شنیدید. شاید هم دیگه منبرش هم رفتیم، پولش هم گرفتیم، عیب نداره نوش جانتون، اما در این حال حالا یه بارم آدم گاهی بشنوه ضرر نداره، همیشه ممکنه بگه اما شنیدنش هم بی ضرره. این خطبه 223 که شروعش رو حضرت با این آیه وقتی که تلاوت شد برای ایشون یا خودشون تلاوت کردن، فقط ابتدای خطبه داره قال عند تلاوتهی، وقتی این آیه قرائت شد و تلاوت شد، حالا شاید خود حضرت تلاوت کرده آیه رو، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ذیل این آیه حضرت فرمودن، من فقط من باب این که این رو مقدم می‌خواستیم بخونیم تا برسیم به نتیجه تندتر می‌خونم، تونتر بخونم دوستانم انشاءالله با توجه از این تند خوندن، اصلا تندم که بگیم نه آنچان تنده که دیگه، تندتر میکنیم که خیلی روش مکس نمی کنیم. میفرماید که ادحز و مسئول حجتن و اقتع و مقتر معذرتن لقد ابرح جهالتن به نفسه یا ایها الانسان ما جرعک علا ذنبک و ما غرک به ربک. خیلی تعبیر زیباست که در روز قیامت انسان آنچه که حجت دارد، ادحز مسئول حجتن، وقتی که از یک کسی سوال میشه باید جواب داشته باشه نسبت به کاری که کرده. میگه در اون روز همه به خصوص اهل معصیت حجت هاشون حجت باطلی است. ادحز مسئول حجتن، حجت های اینها در مقابل سوالی که ازشون میشه باطل است، حجت قبول نیست، حجت صحیح ندارن. یعنی ماها الان خیلی وقتا اعمالمون رو توجیه میکنیم، اعمالمون رو توجیه میکنیم، حجت میشموریم برای خودمون، احساس میکنیم حجت داریم،
حضرت داره به اونهایی که احساس و حجت میکنن این رو میفرماید. یه موقع کسی اینجا برای خودش حجتی نمیبینه و معصیتش رو معصیت میبینه، خب این مقره، مقره به ذنب بشه. اما اونی که عملش رو صاحب حجت میبینه و به خودش میباله که عملی رو که انجام دادم براش دلیل دارم، حضرت داره اون رو خطاب میکنه. یعنی اونی که خودتو گول زدی و فکر کردی که کارت صحیحه، چی هستش؟ ادحز مسئول حجتن، ادحز مسئول حجتن، باطل این حجت ها. نمیخواد بگی هیچ کسی حجت صحیح نداره ها، اما این قالب ما هاست که با یه حجت های خودمون رو قانع کردیم حجت ها حجت صحیح نیست. اگر یه خورده کنکاش بشه، همونجور که امیرالمومنین علیه السلام فرمود ان الناقد بصیر، بصیر. وقتی که اون کسی که محک میزنه به پول، اگر قرار باشه که طلا و عیار طلا رو خوب بسنجه معلوم میشه چقدر ناخالصی همراهشه. اینجا میفرماید ادحز مسئول حجتن و اقطع مقتر معذرتن. هیچ در حقیقت خود این جوابی که میخواد بده، یا الله سلامت من سلامت سلامت سلامت، جوابش در حقیقت قانع کننده نیست. اقطع مقتر معذرتن، اگر کسی میخواد برای کارش یه دلیلی به تراشه که حلش بکنه، بخواد قانع بکنه، اقطع مقتر معذرتن، عذرش مقبول نیست، عذرش مقطوعه، قبول نیست. یعنی اونجا چیه؟ خودش مییابد این رو، نمیخواد دیگری هم بگه قبول نیست، شاید در مقابلش حجت نمیارن. وقتی میخواد حجت رو ارائه بکنه، میبینه که چقدر حجتش بطلانش واضحه، خودش میبینه، لزومی نداره کسی دیگه بهش بگه نه این دلیل تو قبول نیست به این دلیل. چون اون مقام واقعیت محض است، صدق محضه، درسته؟ وقتی یه کسی میخواد حجت باطلی رو بیاره، اونجا دیگه مقام اثبات و ثبوت دوتا نیست، الان مقام اثبات با ثبوت دوتاست. لذا کذب امکان پذیره، آدم میتونه کاذب باشه و مقام ثبوت غیر از این باشه، اونی که تو واقعه غیر از این باشه، اونی که داری میگه این با اونی که تو واقعه دو چیز باشه، میشه این امکان پذیره. الان من ظاهرم رو جوری نشون میدم به شما، درسته؟ مقام واقعه غیر از اینه. خب اینی که دارم نشون میدم به شما، این مقام اثبات منه که دارم تظاهر میکنم، یه بیان توش خودش. مقام اثباتم فقط لفظ نیست، مقام اثبات تظاهره، گاهی با عملش انسان داره تظاهر میکنه مقام اثباتشه، یعنی ثبوتش این نیست، درسته؟ این عمل از کنه ذاتش نتیجه نگرفته، نازلی کنه ذاتش نیست، بلکه داره چیکار میکنه؟ تظاهر میکنه که این عمل از کنه ذات من نشأت گرفته. کنه ذاتش صادق نیست، کاذبه، لذا عمل از لایه‌های نزدیک نتیجه گرفته شده. اینجا مقام اثبات با مقام ثبوت میشه متفاوت باشه، اما در اونجا نمیشه. وقتی که نمیشه، حجت ها بطلانش آشکاره، عذرها، سلام علیکم ورحمت الله، عذرها این که اینها مقبول نیستن آشکاره، خودش هم میفهمه اول همه، اصلا لزومی نداره کسی دیگه حاکم باشه. لذا اینها رو نبریم اونجا فکر کنیم یه صحنه ایست، منم رو دیگری اونجا نشسته و محاکمه یا هیئت منصفه یا دقت نکنی، اصلا اینجوری هیئت منصفه خود انسانه، حاکم خود انسانه، قاضی خود انسانه، شاکی خود انسانه، در حقیقت اونی هم که داره جواب میده، درست، متهم هم خود انسانه. خیلی سخته اینجوری، یعنی وقتی اینجور میشه خودش علیه خودش قضاوت میکنه. کفا به نفس کل به نفس کفا به نفس کفا به نفس کل یوم علیک حسیب، درست خوندم؟ کفا به نفس کل یوم علیک حسیب، خودت کفایت میکنی برای اینکه حسیب خودت باشی، حساب رس. این داره این با این منظر نگاه به این اقطع و مقتر معذرتن. ما یا لقد ابره جهالتن به نفسه، چقدر این در اینکه جاهل باشه به نفس خودش چقدر پیش رفته. یا ایها الانسان ما جرعک علی ذنبک، این تا اینجا یه فراز بود، دونید فراز به فراز حضرت یه مقدمه چی در وقت، بعد حالا از اینجا درش کار میکنه، مخاطب میکنه انسان رو، یعنی با انسان با حالت خطابی پیدا میکنه. اونجا یه مقام غایبی بود، ادحز و مسئول الحجتن اقطع و مقتر معذرتن، داره تصویر اونجا رو میکنه، درسته؟ بعد یه دفعه خطاب میاره به مخاطب مقابل، التفات، یعنی از حالت غیبت به حالت چی؟ خطاب. یا ایها الانسان ما جرعک علی ذنبک، چی باعث شد که اینقدر جسوری بر گناه؟
و ما غرک به ربک، چقدر چی باعث شد که اینقدر مغروری تو و گول خوردی و فریب خوردی نسبت به رب خودت؟ و ما انسک به هلکت نفسک، چی به تو اینقدر جرأت و انس داد که تو به هلاکت نفس خودت کوشا باشی؟ چی باعث شده؟ تعجبه. یعنی امیرالمومنین علیه السلام داره مثل واقع عالم، زبان واقع عالمه، نگاه میکنه این انسان داره خلاف واقع حرکت میکنه، تعجب میکنه واقع از این حالت. این واقع عالمه، زبان فطرت انسان کامل، درسته؟ زبان واقع عالمه، مثل که زمین و زمان و عالم وجود به زبان بیاد، این زبان اون شخصه. ما جرعک علا زندک، ما غرک به ربک، ما انسک به حلکت نفس. چی باعث شده که اینقدر راحت خودتو داری حلاکت نفس خودت میکشی؟ چی باعث شده آخه؟ چقدر این تعجب میکنه یه بچه ای که تعجب میکنه از یه آدمی که دروغ بخواد بگه، چون مطابق فطرته دیگه، او مطابق فطرت بسیط نشأت میگیره، این فطرت تامه، تعجب میکنه چی باعث میشه که جم آیه حسن زاده حفظه الله علامه حسن نقل می‌کردن که برهم گویا دفعه ما از برادر علامه پرسیدیم که مثلا چی باعث میشه که مثلا این رؤیت‌ها برای مثلا شما یا مثلا اساتیدتون بوده؟ ایشون گفتون ما از استادمون سوال کردیم، گفتون من تعجب می‌کنم از شما، چی کار کردید با خودتون، چقدر تونستید زحمت بکشید با خودتون که محجوب کردید خودتون از رؤیت؟ خیلی زحمت می‌خواد، یعنی چی کردید با خودتون که نمی‌بینید؟ این گفت ما سوال کردیم که مثلا شما چی کردی که میبینی برات بازه؟ گفتون من تعجب از شما، شما با خودتون چه کردی؟ این همین بیانه. ما انسک به حلکت نفسک، چی باعث شده که اینقدر راحت خودتون رو در حقیقت به حلکت انداختی، راحت فروختی؟ چی باعث شده؟ بعد دو مرتبه فراز دیگری، اما من دائک بلولون، آیا مرض تو صحت نداره؟ یعنی میگه که شاید مریضی که دنبالش صحت نیست، تو دنبال صحتش نیستی. اما من دائک بلول، آیا صحت نداره مریضی تو؟ به صحت منجر نمیشه؟ امکان سلام علیکم، امکان صحت نداره؟ اما من دائک بلول ام لیس من نومتک یغذر، یا اینکه نکنه خوابت بیداری دنبالش نیست، یرحمکم الله، نکنه خوابت و بیداری دنبالش نیست، یعنی یه خواب دائمه، وگرنه تعجبه که چطور بیدار نمیشی. اما من دائک بلول ام لیس من نومتک یغذر، اما ترحم من نفسه، تو نمیخوای به خودت رحم بکنی؟ اما ترحم من نفسک، اما ترحم من نفسک ما ترحم من غیره. این دنبالش دیگه خیلی اینا رو بعضی ها برداشتن سیرش رو چیدن که چقدر حضرت با استدلال صحبت کرده. تویی که به غیر رحمت میکنی، به خودت نمیخوای رحم بکنی؟ اما ترحم من نفسک ما ترحم من غیره، اون رحمتی که به غیر داری همونقدر برای خودت دلت نمیسوزه؟ رحیم به خودت نیستی؟ یعنی امکان نداره انسان نسبت به خودش کمتر از دیگران دل سوز باشه؟ دقت میکنی؟ امکان نداره. هر چی هر قدر کسی به دیگران دل سوزی و محبت میکنه، نشون دهنده این است که در مقام درون خودش به خودش اینقدر دل سوزه. و اگر کسی بر دیگران غضب میکنه، نشون میده که نسبت به خودش غضبناک‌تره. این خیلی بیانه، یک موقعی انشاءالله باید این رو خدمتون عرض بکنیم که تمام صفات ما نسبت به دیگران از چی نشأت میگیره؟ از نسبت اون صفت به خود ما. دقت کردی؟ هر صفتی اگر کسی به دیگری رحمت میکنه و رأفت داره، نشان دهنده این است که بر خودش رحیم و رؤوف است. اگر به کسی جود و بخشش داره، نشون میده این جود و بخشش اول تو درون خود این شکل گرفته، نسبت به خودش تا به بیرون سرایت کرده. غضب هم همین جوریه، سخط هم همین جوریه. اگر انسان میبینه به دیگری سخط داره، این از سخط خودش بر خودش نشأت گرفته. یعنی امکان نداره این رابطه در درون اول سلام علیکم الله شکل نگرفته باشه، امکان نداره، مگر اینکه در حقیقت از درونی شکل بگیره به بیرون سرایت بکنه. لذا حضرت استدلال میکنه که میفرماید اما ترحم من نفسک ما ترحم من غیرک، همون رحمتی که به دیگری داری به خودت نداری؟ یعنی امکان نداره نداشته باشی. فلربما تر از زاهی من حر الشمس فتظله، گاهی یک کسی تو آفتاب نشسته و داره آفتاب این رو اذیت میکنه، سوزندگی آفتاب، تو خودتو سایبون برای این قرار میدی که همینقدر راحت براش ایجاد بشه.
او تر المبتلا به علم یمز جسده فتبکی رحمتا له، یه مرضی که جسد یکیز رو در هم کوبیده و در حقیقت لهش کرده، جراحت درد میبینی، تو گریت میگیره از این حالت نسبت به او. تویی که رحیمی نسبت به دیگران معنی نداره که نسبت به خودت رحیم نباشی، راه نداره. تو این رحمت از چی نشأت گرفته؟ رحمت خودت به خودت از اول نشأت گرفته. اگر این جوریه، اما ترحم من نفس کما ترحم لغیره من غیره، سوال یعنی سوال تعجبیه، نه سوالی که طرف فکر کنه که ببینه جوابش چیه. جوابش معلومه، استفهامش استفهامی که امکان نداره غیر از این استفهام انکاریه. بعد میفرماید که فما صبرک علی دائک، چی باعث شده، چی تو فهمیدی، چه مستمسکی داری، چه عربه بسخایی داری که تو رو بر این مرض صبور کرده، بر این قفلت صبور کرده، چی باعث شده. فما صبرک، چی تو رو صبرک. پس برقدر تو صیغه باب تفعیل هم به کار برده که شدت رو توش برسه. فما صبرک علی دائک، چی باعث شده اینقدر صبرت زیاده نسبت مریضی، تحملش میکنی. اونم چه مریضی رو؟ قفلت رو، دوری رو، هجران رو. چی باعث شده اینقدر صبوری بری؟ این استفهام همه در حقیقت چی هستش؟ برای تنبه و بیداری ها. میخواد بگه اینجا جای صبر نیست. این صبری که تو به کار بردی باید کجا به کار رو بری؟ این توان صبری که خدا به تو داده که صبور باشی، این صبر باید کجا باشه؟ تو کجا آوردیش؟ تو خلاف جهتش داری صبر اینم، اما تو خلاف جهتش داره بر داء داره صبر میشه، بر مریضی داره صبر میشه، نه بر دوا، نه بر در حقیقت سلامت. دقت میکنید؟ داره بر نه اونم مریضی که کمال باشه که آدم فکر کنه صبور بر این که شکایت نمیکنه از خود، نه، صبور بر این که دور است از خدا، صبور بر این که معصیت، سلام علیکم ورحمت الله، صبور بر این که نسبت به خدای تا در قفلت صبور. حضرت تعجب میکنه که این جای صبر نیست. فما صبرک علی دائک و جلدک علی مصابک، چی تحمل داده به تو بر این مصیبت؟ و عزاک عن البکا عن نفسک علی نفسک و هی اعز الانفس علیک، در حالی که این عزیزترین نفسه، چی باعث شده که تو نسبت به این چی باشی؟ صبور باشی و نسبت به این گریه نمی کنی. ما از زاک عن البکا علی نفسه، چی باعث شده که راحتی در گریه و سوز و گداز نیستی؟ یه بنده خدای پیشه حال بحث از خودتو خیلی از و چست کرده بود که چه کنی. یه جمله مصرعی از بیتی رو خونده بود که چاره کار بجز دیده بارانی نیست، چاره کار بجز دیده بارانی نیست. تعبیر خیلی لطیفیه، چاره کار به جز دیده بارانی نیست. یه جمله از همینه میفرماید که و از زاک، چی باعث شده که تو نسبت به نفس خودت اینقدر راحتی؟ ما از زاک عن البکا علی نفسک و هی اعز الانفس علیک و کیف لا یوغزک خوف و خوف و بیات نقمه، چی باعث شده که بیدار نشی از این خوابی که تو با قفلته؟ همونی که تو آیه قرآن هم داره که میفرماید که افامن اهل القرى ان، چی هستش آیه؟ چی؟ این مال زهنشه، بعثنا بیاتن و هم نائمون. افامن اهل القرى ان یاتینا ان یاتیهم بعثنا بیاتن و هم نائمون، یک دفعه عذاب ما بیاد در حالی که در خواب مونده. او خواب، خواب شب نیست، فقط خواب قفلت هستش، که خواب شب خواب بدنه. اگر تو خواب بیاد چه بسا در حقیقت خواب حبذا نوم الاکیاس، چه خوش خواب اهل کیاست که از بیداری کسانی که و نماز شب کسانی که اهل قفلتن بالاتره اون نوم، اون نوم که مذموم نیست. افا امن اهل القرى ان یاتینا باسنا وهم بله ان یاتیهم باسنا وهم بیاتن وهم نائمون، این نائمون نوم غفلته حقیقتش. و الا اگر یک کسی اهل ذکر الهی باشه تو خواب بره، گفتود آیه
بهجت می‌فرمودن که ما استاد داشت مرحوم کمپانی آشخوان حسین قدوی، ایشون فرمود سه تا حاجت از خدا داشت، سه تاش هم مستجاب شد. گفت یکیش از جمله این است که من از عالم مثال وارد عالم قیامت بشم، ولی شو گفت در خواب دنیا رفتم، یعنی در عالم مثال وارد. خب اگر یه بنده خدا میگه من دوست دارم شهید بشم، اما بعد از 120 سال هنوزم نمرده زنده است، آقای بود بعد از 120 سال اون هم در شب خواب باشم، اونم یه تیر بیاد در جا، اصلا نفهمم. یعنی خلاصه دیگه، ولی این شهادت رو میخوام از خدا دائم که شب باشه، خواب باشم، یه تیرم باشه، جراحتش هم احساس نکنم، در جا باشه، برای این شهادت رو میخوام. خب این اینم اجرش هم خود مطابق همینه دیگه، یعنی اجرش هم مطابق همینه که خب بله یکی میبینه تیر از روبرو میاد خیلی سخته. من یه دفعه دیدم چند نفر توی تانک گیر کرده بودن، این موشک کردو به تانک داشت میسوخت، بعد این تانک رفت سرش از سنگر بالا که حرکت کنه بره اون بر گیر کرده بود، همچه زده بودنش. بعد اینا جلو چیز میکردن سر و صدا که بتونه که از تانک نجات شده، سرشون با نمیتونستن بیان بیرون، آتش داشت و چی بود و حالت زو. تو همین هین یه موشک دیگه از این موشکای چیز زدن، اسم موشکش هم یادم رفتش، نه که کنترل شونده با سیمم کن، صدای خیلی مهیبی داره، میچرخه میاد سیمم پشتشه، موشک معروفی بود از ضد تانک میزد. چی؟ تاو نیست ظاهرا، یه چیز دیگه شبیه همین بود. خلاصه شاید اینا حالا میدیدن داره میاد چون خیلی با صدا میاد، ما اومدیم بریم نزدیک اینا، چون دیدیم موشک داره میاد، خب نمیشه رفت دیگه، کاری نشد، ما اومدیم عقب. این دوباره اومد خورد به اینا، اینا خاموش شدن. خب میدیدن داره میاد، این هم یه جور شهادته که میبینه داره میاد و چاره هم نداره و لحظه دیگه هم تمامه. یا یه بنده خدای دیگری بود تیر خورده و بهش رفتن برش میکردن اقل لطو بار شد و این دل رودش ریخته بود، گو آخ شون الان شهید میشن، آخ شون الان شهید میشن. تو اون حالی که ریخمون نگاه میکردیم ما وحشت میکردیم، تمام این اما احشاش بیرون روی براگا بود، دو نفر داشتن بود میکشتن، گو آخ شون الان شهید میشن، آخ شون الان شهید میشن. اینم خلاص تو خواب و اینجوری، اینم درد داره، نه درد نداره نمیفهمه، نگو داغ، حالا این داغ نمیفهمه، نه بابا میدید که اقلا چه وضعی داره، که آدم که میبینه که دیگه میفهمه، ولی این حال دیگری داشت. اگر امیر مومنان علیه السلام این خوابی که میگه، این بیداری که داره میگه خلصه، نه خواب شب، یا اون آیه که میفرماید و کیف لا یوقظ که خوف و بیات نقمه، چطوری تو رو بیدار نمی کنه ترس از اون نقمت‌های الهی که یک دفعه وارد میشه، چطور تو رو بیدار نمی‌کنه؟ چطور نمی‌ترسی از اونها؟ ایمنی، احساس امنیت می‌کنی. لا یوقظک خوف و بیات نقمه، خوف رسیدن اون نقمت‌ها چطور تو رو بیدار نمی‌کنه؟ وقد توردت بمعاصیه مدارج صفواته، با معصیت‌های خودت مدارج سطوات الهی رو، یعنی خدای تعالی مدارج سخط داره، مدارج سطوت داره، مثل مدارجی که در حقیقت انسان تو جانب رحمت حق میبینه، رحمت‌های پی در پی متوالی، سخط هم مدارج داره، یعنی درجه یک دو سه میره تا عمق درجات در حقیقت سطوت. میگه چطور نسبت به این مدارج سطوات الهی تو چی هستی؟ تورط، دائم داری فرو میری، فرو میری. فتدا و من دا الفترت فی قلبک به عظیمه، با عزم، عزم جزم، عظیمت خودت رو دوا کن. فتدا و من دا الفترت فی قلبک، اون فترت قلبیت رو، اون سستی قلبیت رو با عظیمت مداوا کن. و من کرل قفلته، دیگه خود تونتر بخونیم که برسیم به خود این بحثم. و من کرل قفلته فی ناظرک به یقظه، از اون قفلت در اون درونت و معرفتت با یقظه بیدار شو. و کن لله مطیعن و به ذکرهی آنسن، با اطاعت حق این بیداری امکان پذیره و با توجه به حق این امکان پذیره. یکی میفرماید کن لله مطیعن و به ذکرهی آنسن، انس با ذکر پیدا بکن، یعنی انس با ذکر یعنی دائم ذکر بودن، این با عظیمت، با جدیت، جهاد. و تمثل، چقدر تعبیر تمثل در اینجا زیباست، تمثل فی حال تبلی که انه اقباله علیک، وقتی که تو در با در حالت پشت کردن به خدایی، تمثل این رو که او به سوی تو رو کرده، توجه به این بکن.
تمثل فی حال تبلیک عنه اقباله علیک. چرا میگه تمثل؟ چون وقتی پشت کرده اقبال نداره، ولی میشه تو وقتی که انسان غافله تمثل چی رو بکنه؟ چقدر تعبیر دقیقه، میتونه تصور اقبال حق رو داشته باشه تو حالت پشت کردن، تو حالت غفلت میتونه تصور با علم حصولی تصورش رو بکنه. چون تمثل اوورد چقدر لطیفه، نمیگه توجه، اون دو توجه در حقیقت پشت کرده به این کسی که پشت کرده، نمیشه بگه نگاه کن. دقت میکنید؟ اونی که مخاطب نیست دیگه، این پشت کرده میگه تمثل، تو این حالت جای تمثل، اقلا راه بیداری اینه، توجه اینجوری بکن. خطاب بهش متوجه نشده، میگه با علم حصولی برگرد اقلا. حالا تمثل فی حال تبلی که عنه اقباله علیک یدعو که الى عفوه، او تو را به عفو خودش دعوت میکنه تو این حالت. و یتقمد کف به فضله، با تمام فضلش تو رو پوشانده و احاطه کرده. تو همین موقعیتی که تو در حال پشت کردنی، یتقمد کف به فضله و انت متولن انه الى غیره، تو از او پشت کردی و رو کردی به غیر. انت متولن انه الى غیره، آیا میشه از خود به خدا پشت کرد؟ پشت کردن به خدا مگه جا داره؟ عین المفر. اما پشت کردن در توجهه، نه پشت کردن در اینکه انسان فکر کنه پشت کرده به خدا ثبوتن و وجودن، اون که راه نداره. عین ما تولو همونجا در حقیقت سم وجه الله، درسته؟ اگر این پشت کردن، پشت کردن در فهمه، پشت کردن در توجهه، نه پشت کردن در اینکه انسان روشو کنه اون بری دیگه پشت کرده به خدا. و انت متولن انه الی غیره، تو اون وقتی که به دیگران توجه داری، دیگران دلتو پر کردن، توجهت به اونها معطوف شده، تو پشت کردی. انت متولن انه الی غیره. این تعبیرات خیلی دقیقه، که معمولا سبب غفلت انسان این نیستش که فی نفس پشت کردن به خدا باشه، رو کردن به دیگران پشت کردن به خداست. یعنی بلا فاصله اینجا خودش داره حضرت آسیب شناسی هم میکنه، میفرماد پشت کردن سببش عمدتاً با رو کردن به غیره، نه پشت کردن مطلق. پشت کردن با رو کردن به غیر، راهش هم وقت همین راه میشه شناخت که چجوری میشه برگشت. فتعالا من قوی ما اکرمه، عجب خدای کریمیه، اونم قوی کریم، قدرت داره که انسان رو با این پشت کردنی که رو کرده به غیر و پشت کردن به او، اونم با تمام فضل الهی که پوشونده انسان رو در تمام فضلش، باز هم در حقیقت صبور، کریم، حلیم، اصلا انگار نه انگار، نه نعمتش رو کم میکنه، نه یه تشری به انسان میزنه، نه انسان رو مانعی سر راش ایجاد میکنه که بخوره زمین. فتعالا من قوی ما اکرمه و تواضعت من ضعیف ما اجرعک علی معصیه. تو چقدر بدبختی، چقدر کوچکی، چقدر حقیری که با این خدا تو داری معصیت میکنی. او چقدر کریمه که با این وضعیت ما با ما رؤوفه، رحیمه، و ما چقدر پستیم. میفرماید و تواضعت من ضعیف، چقدر با این ضعف تو چقدر پستی. ما اجرعک علی معصیته، چی باعث شده تو جرأت بکنی بر معصیت خدا. و انت فی کنف سترهی مقیم، تو در پرده اسمت و ستاریت حق مقیمی، یعنی یه لحظه از این تو رو خارج، یه لحظه رهات نکرده. مقیمی، مقیم خیلی معنا داره، یعنی دائما یه لحظه اگر از پرده ستاریت یه لحظه بره کنار، یعنی دائما ستاریت حق حفاظه میشه برای انسان دائما، و این مقیم در اونه، این با این خدا. و انت فی کنف سترهی مقیم و فی سعت فضلهی متقلب، در اون سعه فضل الهی این داره دست و پا میزنه و این ور اون ور میره، از این رو به اون رو میشه، رو کرده به غیر، در سعه فضل الهی متقلب به غیره، رو کرده به غیره. فلم یمنعک فضله ولم یهدک عنک انکه سترهو، نه خدا فضلشو از تو دریغ میکنه، نه سترشو پردهشو از تو بر میداره. فلم تخلو من لطفهی مطرف عین فی نعمت یحدثا، تمام در حقیقت لطف حق باعث شده که یه نعمت از تو کم نمیشه، نعمتهاش پی در پیه بر ما. این تصورات اگر انسان یه کسی باشه که مثل کلام امیر مؤمنان علیه السلام به گوش انسان این رو بکوبه، این تصورش خیلی بیدار کننده است.
منتها خب چه کنیم که ما همه رو غایب میبینیم، یعنی اگر الان وقتی نهج البلاغه میخونیم امیر مؤمنان رو گوینده و متکلم انسان احساس بکنه، چون کلام ناطقه، اگر این رو احساس بکنه که حضرت داره با اون نگاهش با اون ارتباطش اینجور بیان میکنه، آقای حسنزاده حفظه الله ایشون فرمودن وقتی اذان میگن، احساس بکنید که خود خداست داره دعوت میکنه، ببینید چقدر سرعت اجابت متفاوت میشه. چطور ناطق تو بلنگو میخونه، انسان از بلنگو میشنوه ناطق رو تصور میکنه که داره میگه، گوینده رو در حقیقت تصور میکنه که اینه مشتب باسه، درسته؟ میگه مشتب باس و بلنگو ببین، مشتب باس و بلنگو ببین، که وقتی مشتب باس داره پشت بلنگو، چطور از بلنگو رو که میشنوی میفهمی مشتب باسه؟ حالا مشتب باس که داره میگه فکر کن مشتب باس بلنگوه. حالا ببین خود خدا داره در حقیقت اذان رو میگه که قد آن وقت اللقا، الان وقت لقاست، الان وقت ارتباطه. لذا پیغمبر اکرم این تصور رو داشت برای وقت نماز که اونجور لرزان میشد. برای ما این همین علم حصولی هم بیدار کننده است، اثرگذاره، که انسان ببینه که وقتی اذان رو داره میشنوه به جای مشتسن که داره دعوت میکنه چی ببینه؟ ببینه این بلنگوه مشتسن و خداست که داره صدا میزنه. چقدر تفاوت، حضرت داره این بیان رو ایجاد میکنه. ولم تخل من لطفه مطرف عین فی نعمت یختصها لک او سیئه یسرها علیک، هیچ لطف او کم نشد تو هیچ نعمتهای پی در پیش و هیچ ستاریتش هیچ کم نشد. خدا لطفش رو یکی در فرستادن نعمتهای پی در پی، یکی در پوششهای پی در پی، یکی هم او بلیت یسرفها عن، بلاها ابتلاعاتی که قرار بود به سوی انسان متوجه بشه، خدا منصرف کرد این رو از انسان که اگر چشم انسان باز می شد بلاهایی رو که تو عالم قرار بود به انسان متوجه بشه و خدا برگردونده از انسان این رو ببینه، خیلی تعبیر عظیمیه. میگن انسان اگر چشمش باز بشه بفهمه تو چه عالمی و چه عالمی چه امکان، چقدر امکان تهاجم به انسان هست و چقدر امکان زنده موندن نسبت به این عالمی که این همه امکان حدوث موت برای انسان زیاده، اگر کسی ببینه زنده موندن رو معجزه میبینه، یعنی اگر همه اون اسباب رو ببینه همه اون اسباب براش آشکار بشه که سببهای مریضی و موت چقدر زیاده، اگر این رو ببینه برخلاف تصور اولیه ما که اگر کسی مریض شه رو میگه عجب خلاص این چی شد، اگر چشم باز بشه ببینه بلاها چقدر احاطه کرده انسان رو و خدا چجور در حقیقت مانع ایجاد کرده برای اینکه این بلاها به این متوجه بشه، مصروف میکنه بلاها رو، این تعجب از این طرفه که چی شد لحظه بعد من موندم، چقدر خدا لطف کرد تا من لحظه بعد برقرار موندم. این و همون افا امین اهل القرا ان یعتیهم بأسنا و هم نائمون، این همینه، یعنی شب که میخوابه امید بلند شدن نداره، روز که بلند میشه امید تا آخر رساندن نداره، درسته؟ چون اینقدر احاطه کرده بلایا. ولی ما برعکس نگاهمون، اگر یه موقع یه واقعی پیش بیا تعجب میکنیم امروز چرا اینجوری شد، این یه دونه از صدها هزار بوده که خدا گاهی اونا برای تنبه ما میذاره به ما برسه ما تنبه پیدا بکنیم، صدها هزارش مصروفه. لذا داره که دعاهای انسان گاهی استجابتشون به این است که اگر میبینه اون چیزی که خواسته مستجاب، روایت میفرماد بلاهایی از اون مصروف شده که اگر چشمش میدید میفهمید، به خدا میگه خدا یا اون اجابتهای ظاهری رو نمیخوام همه اینجوری بشه، از این سنخ باشه، ولی برای ما عادیه. اونم هست، نه نظام عالم دنیا، ببینید نظام انبیا میمیرن، انبیا هم بلایا نسبت به انبیا اشده، اگر بخوام بگم نسبت به معاصی، بله معاصی هم تو روایت داره که سبب چی میشه، نزول بلایا میشه، اما نه اینکه هر جا بلا بود سببش معاصیست، نه این دوتا از یک طرف هست، معاصی سبب نزول بلایاست، اما آیا هر جا بلا بود سببش معصیته؟ نه سببش تک کماله. اگر ما می دیدیم که عالم دنیا خوشی هاش چقدره نسبت بلایایی که امکانش ها، امکان دو تا رو می دیدیم می فهمیدیم خوشی هاست نسبت بلاهاش اصلا قابل قیاس نیست،
یعنی اون بصیرت امیر مؤمنانی میخواد که از عالم رو از یه منظر دیگری میبینه. منتها سبقت رحمت بر غضب الهی باعث شده که یکی از سبقت های زیرا سبقت رحمت بر غضب این است که خدا مصروف میکنه بلایا رو از انسان، اینم از باب سبقت رحمت بر غضبه. و الا اگر میخواست رحمت با غضب چی باشه؟ مساوی باشه، یا غضب بر رحمت غالب باشه. اون موقع معلوم میشد که زنده موندن چیه؟ یعنی این یک صفت رحمت حقه که تجلی میکنه. و الا اگه قرار بود مساوی باشن، اون وقت معلوم شد چند نفر عمرشون و چقدر میشد و تو عمرشون چقدر سلامتی داشتن و چقدر خوشی داشتن. بعد میفرماید که ما قرار بود تونتون بخونیم این رو. اولیت یصرف و عنی فما ظنک، میگه تو با همه این بیچارگی ها، بدبختی ها، معاصیت، همه پشت کردن ها، خدا باید اینجوری کرده. فما ظنک بهی لو اطعته، اگر مطیع خدا باشی با تو چه میکنه؟ تو یه بنده پشت کرده ای، رو کرده به غیری، پشت کرده به خدایی، پرده ستاریت حق رو دریدی، تو نعمتهای حق معصیت حق کردی، با فضل حق معصیت حق کردی، با همه حفظ حق نسبت بلایا و صرف بلایا از تو تو ماندی، اما با همه این بدیها تو در اینجور در فضل و رحمت و راحتی. درسته؟ حالا تو اگر بنده مطیع باشی با تو چه میکنه؟ قطعا یه قیاس خیلی قویه ها، قیاس این، یعنی یه قیاس منطقه در یه زبان وعظ قیاس بدی، میگه تو بنده عاصی، خدا اینجور با تو فضل و رحمت. اگر تو بنده مطیع باشی با تو چه میکنه؟ میگه خب معلوم، اگه بنده مطیع باشیم پدرمون در میاد، تو خدا معاملش یه معامله دیگریه با ما. ما فکر میکنیم پدر در آوردن و رحمت حق از این سنخه که ما خداییم. میگه خدایا رحمت به این من این است که به من عمر مثلا مریضی ندی، سلامت بدی، اینو بدی، یعنی از سنخه عقل خودمونه دیگه. میگه خدایا این خوبی با ما اینه، این خوبی رو کی میکنه؟ من میکنم دیگه. اگر یه موقع سختی داد، خدای من چرا؟ من خودم در حقیقت اونجا اعتراضه. رضا اگر بگیم خدای مطیع باشی چه میکنی با ما؟ فما ظنک بهی لو اطعته، میگه خب بیچارمون میکنه، چون ما نگاهمون یه جور دیگریه. اما اونی که مطیع خداست اون موقع میفهمه که تو بلا هم این چی هستش؟ این خلاصه تو جذب اون بلایی که در نظر ما بلاست، او تو جذب عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، وین عجب من عاشق این هر دو زد. یه اصلا عاشق این هر دو زده، عاشق ها، اونی که در نظر ما زده، برای او زد نیست، برای او زد نیست. میگه لو عمل به رضای الزم هو سلاس خصال در اون حدیث معراج، تا میرسه به اونجا که لا یبالی به اسرن اسفه ام به اسر، اصلا این همه سختی های عالم دنیا زیر پاش میگذره، لا یبالی، باکش نیست. به اسرن اسفه ام به یسر، یعنی اونی که بر ما سختی و راحتیه، او فوق سختی و راحتیه. ما نگاه میکنیم این عجب زندگی سختی داره، این بیچارم ولی خداست با این سختی. این بیچاره محیطین میگه، میگه بعضی از اساتید ما دستشون باز بود در همه کارها، ولی خودشون در یک فقر شدید و سختی شدید و محنت شدید زندگی میکردن. اون جریان مرحوم چیزم که شنیدید دیگه، مرحوم استاد تخت فولادی رو یه کسی ماز بشه اسم اعظم میخواست، اینو آقای بهجت نقل میفرمودن، تو اون کتابم دیدم نوشته، آقای بهجت نقل میفرمودن، یه کسی ماز ازشون اسم اعظم میخواست، خب برو در دروازه اصفهان وایسا از صبح تا شب ببین چی میبینی، چون مرحوم تخت فولادی در اصفهان استادش هم اونجا. اینم میره اونجا و وای میصحبت، میگه عجب کار عبسی مثلا ما رو وادار کرد از صبح تا شب اونجا بشین، اینم مثلا سر جواب میده نخود سیاه برساد ما رو. بعد خود چی دیدی؟ گو اینو اونو، از جمله پیر خارکنی اومد و رفت و صبح بیرون و اصلی هم برگشت و چند تا جوان رسیدن سر دروازه، سیر جوان سیر شکم سیر، گفتن مسئلش کنیم این رو، خارش رو ریختن و عزتش کردن. گو خب اون استاد من بود در اسم اعظم، اون به من یاد دادش، اگر اسم اعظم رو داشتی باید این بلا رو بیارن به سره مسئلت کنم، بعد از صبح رفتی تا شب خار کندی، رو دوشت پیر مردی برداشی داری میری تو شب، اولا نمیشه تو خونه بگه خب بیاد تخت بلقیس بیاد، نمیدونم چی بیاد، نه رفته خار کنده سخت در این کار، درسته تو اون تو اوج پیری،
بعدم آورده مثلش کردن. این دیگه خیلی اسم اعظم هم داره. اینا تو رعیت ها، حالا تو انسان کامل میگیم هیچی، اینا تو رعیت هم. بعد آب از آب تکون نخورده، مثلش کردن، چه کردن، خوش کیفشون هم کردن و بعد اینم رفتن، اینم دوباره جمع کرده بارش ورش دوباره تو. اگر اسم اعظم داشتی میتونست اینجوری تحمل بکنی؟ گو نه والا، همونجا به قول چی پودرشون میکردی، خاکسترشون میکردی، خاک سیاهشون میشوندی، نمیکردی؟ حالا این اینجا حضرت میفرماید که و ایم الله، دوباره حضرت یه قیاس دیگری میکنه، لو ان هذه الصفه. ببینید اینا در حد ما داره، آخه آدم گاهی خجالت میکشه، حضرت چقدر خواسته با ما برای اینکه ما بفهمیم مطلب رو، اوورده ساده کرد تا ما هم بفهمیم. چقدر آدم قصه میخوره برای حضرت که چقدر ما پایینیم و حضرت چقدر میگه و ایم قسم میخوره، به خدا قسم میخوره، لو ان هذه الصفه کانت فی متفقین فی القوه متوازیین فی القدره، اگر دو نفر انسانی که در یه حدی قدرت داشتن و متوازی بودن در قدرتشون و توانشون، اگر یکیشون اینجوری میکرد با اون یکی، دو نفری که مساویان تو قدرت و صفتهاشون، اگر یکیشون با دیگری اینجوری میکرد، او به این لطف میکرد، این به این بدی میکرد، دو نفری که متساویان، درسته؟ چقدر زشت بود. کی حکم میکرد به زشتی این کار؟ خود انسان، همونی که بدی کرده اول حاکمی بود که میگفت این همسن، اما در قبال یه خدایی که با اون مقدمات متساوی چیه؟ همه فضل از اونجاست و همه بدی از این طرف. او وقت اینجا بدی کردن زشت نیست؟ در متساوی در قدرت زشته. چقدر حضرت مطلب ورده ساده کرده؟ بفرماید و ایم الله لو ان هذه الصفه كانت في متفقين في القوه متوازيين في القدره لكنت خودت اول حاكم على نفسك بزمین الاخلاق. اولین کسی بودی که حکم می‌کردی، این خیلی کار بدی بود، این خیلی فعل بدی بود. و مصاب الاعمال و حقا اقول ما الدنيا قررت که ننداز گردن دنیا، بگو دنیا ما رو گول زده، چون برگشت به کلام اول یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم، چی گول زده؟ میگه خب دنیا گول زده دیگه من رو. میگه ننداز گردن دنیا حقا اقول ما الدنيا قررت که ولکن بها به حق ترت، تو با دنیا گول خوردی، تو گول خوردی، چون گول خوردن کار کیه؟ کار آدم عاقله. یعنی تو عقل نباشه گول خوردن معنی نمیده. آیا دنیا در حقیقت عالم دنیا به عنوان این نظام و هستی میتونه یه سنگ و فریب بده؟ میتونه در حقیقت یه کوه و فریب بده؟ معنی نداره فریب اونجا. فریب کجا؟ جایی که عقل در کاره. وقتی عقل در کاره، این عقل وقتی درست نگاه نمیکنه گول میخوره. پس کی گول خورده؟ عقل. گول زننده کیه؟ بازم عقل. دنیا که گول زننده نیست. بعد حالا حضرت چقدر اینجا زیبا میگه ولیکن به حق ترسته، تو با دنیا گول خوردی، خودت گول زدی خودت رو. و لقد کاشفت کل ازاد، دنیا تمام موعظش رو آشکار کرد، کاشفت کرد دنیا تو را موعظه هاش رو. و آزنت که علا سوا، اینقدر بار تو صریح و بی پرده جلو اومده، چی میتونه بگه دنیا منو گول زده؟ و لهیه به ما تعید و کم نزول البلا به جسمک و نقص فی قوتک اصدق و اوفا منن تکذبت، اینقدر دنیا صادقه، قوای تو رو به ضعف داره میره، سلامتی تو به مرض، این بهترین موعظه است، گویاترین و صادقترین موعظه است که تو اینجایی نیستی و من دارم نشونت میدم، تو اینجا مقیم نیستی، تو اینجایی نیستی. اینو کی داره نشون میده به آدم؟ همین دنیا. دیگران رفتن، داره نشون آدم میده که تو هم دنبالش بدی میری. این صادق‌ترین موعظه است. این بحثی یه بار داشتیم که خدای تبارک و حضرات معصومین علیهم السلام، زیبایی کارشون این است که بیانشون، حقیقت بیانشون با افعال، قوله فعله. حالا اینجا داره از اون مصادیقه، موت رو قرار داده خدا، دقت میکنید، مریضی رو قرار داده، بالاترین موعظه موت و مریضیه. چی بالاتر از این میتونه باشه؟ اگر انسان موت و مریضی رو ندیده بود و تصور نداشت، هرچی بهش میگفتن که امکان موت هست و تو صحیح سالم شد درست حرکت کن، انسان اصلا نمیتونست
موت رو میبیند، مریضی رو میبیند، پیری رو، فرتوتی رو میبیند، میبینه دیگران رفتن، همه اینا رو میبینه، بازم انسان یقینم داره نوبت اینم هست، برای اینم هست. این بهترین موعظه نیست، صادق ترین نیست؟ قوله و فعل و خدا با فعلش با ما صحبت میکنه، بیان داره، اونم صادق. لذا شهید اگر میگن شهیده، چون قولش با فعلش چی میشه؟ تطابق پیدا میکنه که میشه شهید. شهید کسی است که قوله و فعله، قولش با فعلش تطابق پیدا کرده. لذا انسان صدیق کسی است که قولش با فعلش تطابق پیدا کرده، که صدیقه، صدق عین صدقه. دقت کنید چقدر تعبیر زیاد، عین صدق میشه صدیق، شهید. و در حقیقت حضرت میفرماید که خدای تعالی قوله و فعله، قولش فعلشه، یعنی کسی که به مقام صدیقیت میرسه نزدیک شده در تشابه به این صفت الهی، که قولش میشه چی؟ فعلش. شهید نزدیک شده به این صفت الهی، قولش میشه چی؟ فعلش. این چقدر زیباست. اینجا وقت میفرماید که دنیا گول زده تو رو، دنیا با این بیان واضح، با این صدق در بیان، اصدق و اوفا من ان تکذبک، او صادق تر و با وفاتر از آن است که به تو دروغ بگه، دروغگو نیست با تو، تو رو او گول نزده، او تغرک، یا اینکه تو رو گول بزنه. و لرب ناسه لها اندک متهم و صادق من خبرها مک. بعضی وقت ممکنه بله افرادی باشن که تو ببینی بعضی خبرهای صدق دارن، بعضی اخبار کذب، اما دنیا نیست، دنیا تمام اخبارش صدقه. چقدر بالاتر، یعنی از سنخ انسان ها نیست که بعضی خبراتون صدق باشه بعضیش کذب، بلکه دنیا تمام اخبارش صدقه. ولی این تعرفته ها اگر میخوای دنیا رو بشناسی که چطور با تو حرف میزنه، دیار خاویه رو ببین، برو الان این طرح اجرا میکنه، شهرزمین همه خراب شده، متروک شده، رفته، تمام شده، مرده، پوسیده، قبرستون ها رو ببین. دیار خاویه فقط ساختمون ها که نیستش که، دیار خاویه قبرستون ها دیار خاویه است. این آدم اینه رئیس جمهور هست، رهبر هست، نمیدونم دیکتاتور هست، صالح هست، فاسق هست، همه در حقیقت دیار خاویه هست. درسته؟ این بالاتری موعظه نیست؟ از این موعظه بلیغتر میشه پیدا کرد؟ هر چیه بخوان بگن برای انسان، انسان وقتی وارد شدن به قبرستان مستحبه، که انسان مرتب سر بزنه، بره، تنها بره، به خصوص وارد بشه، تفکر بکنه. میفرماید که ولو رب بعضی از ناسه ها ممکنه اندکه متهم و صادق باشن، من خبر و مکذب باشن در بعضی خبر، ولی این تعرفته ها فی دیار الخاویه و ربوع الخالیه، ببینی شهرهایی که خالی شد، مساکنی که دیگه در حقیقت متروکه شد، لتجدنها من حسن تذکیرک، این بالاترین و بهترین تذکره، و بلاغ موعظتک به محلت شفیق علی. اگر میخواست یه نفر مهربان مهربان با تو بیان بلیغ داشته باشه، این دنیاست. برعکس اون تصوری که ما میکنیم، میگه به محلت شفیق علی، کسی که شفقتش تمام برای تو، کیه؟ دنیا. چون بهترین موعظه رو با ما در اطراف ما قرار داده و با ما کرده، با خود ما و در اطراف ما کرده. و شهیه بک، حریص به توه که تو چی بشی؟ صالح بشی. شهیه بک، شهیه و حریص به تو. ولی نعمت دار و من لم یرز به ها داره، دنیا چه دار خوبیست برای اینکه این دار، کسی که این دار رو داره قرار ندیده. ولی نعمت دار، چقدر دار عالیست، چقدر اینجا زیباست. ولنعم دارو من لم یرزبها دارن، اگر کسی راضی نباشه به این دنیا، خودش میگه راضی نباش به من، با موعظه بلیغش میگه راضی نباش به من. درسته؟ ولنعم دار، این میگه کسی این موعظه رو گوش کنه، لنعم دار من لم یرزبها دارن، و محل من لم یوتنها محلا، بهترین محل برای کسی که اینجا رو محل نگرفته. و ان السعدا بالدنیا قدن هم الحاربون منها الیوم، کسانی که با دنیا سعید شدند کسانی هستن که امروز از او فراری هم. با دنیا سعید شدن، به واسه دنیا سعید شدن، یعنی میگه دنیا میتونه انسانو به سعادت برسونه. چقدر تعبیر زیباست. و ان السعدا به دنیا قدن، کسانی که به دنیا سعید شدن فردا، هم الحاربون منه من الیوم، اونایی هستن که امروز ازش گریزانه. اصلا این تعبیر چقدر زیبا و عالیه، چقدر نگاه رو متفاوت میکنه. ما گناه رو دنبال این هستیم همیشه بنزیم گردن یکی دیگری، یکی میگیم دنیا فریبنده است، دنیا فریبنده است، نمیگیم دائما میخوایم از خودمون رو سلب اختیار کنیم، یه توجیه کنیم فعلمون، میگیم دنیا نمیذاره.
دنیا خیلی در حقیقت میگه دنیا کجا نفری؟ دنیا که داره همش به تو لگد میزنه که تو اینجا وای نسا. دنیا به عنوان یه دوستی که یه کسی رو که میبینه با زبان خوش رانه میفته بره از اینجا، اگر خطر هست با چوب دنبالش گرده که از اینجا برو خطره، با چوب افتاده دنبالمون که ما رو از اینجا دور کنه، با لگد داره دورمون میکنه، مریضمون میکنه، نمیدونم پیرمون میکنه، فقط این با چوب زدنه که برو از اینجا. نمیگه این بهترین نصیحت نیست، ولی بعد ما در حقیقت وایسادی میگیم تقصیر اینه. همین که داره ما رو با این محبت میراند ما در حقیقت متهمش میکنیم. این به لحاظ انسانه، اون رابطه است، از این نشأت میگیره نه از او، از این نشأت میگیره. گفتم غرور به کجا برمیگرده؟ جایی که عقل در کاره، و الا دنیا هیچ در حقیقت متاع غرور نیست. خودش حیات دنیا، حیات دنیا این رابطه من نه دنیا، چقدر تعبیر زیباست. بعد تازه از اینجا وارد میشه اذا رجفت راجفه، حالا این دیگه وارد تازه مست شدیم که از اینجا وارد میشه تو اینجا دیگه اذا رجفت دیگه اینجا تون مجبوریم بخونیم که بناس یه 5 دقیقه هم خلاصه آقای میریان یه ذکر مصیبتی بکنن. امروز شب شهادته. اذا رجفت راجفه و حقت به جلائل حل قیامه، میترسم اینجوری حروم بشه. این خودتون بخونید، بخونمش این دوست. بله این ان السعداء بالدنيا قدن هم، اینو فقط توضیح میدم دیگه بغش نمیدم دیگه. ان السعداء بالدنيا قدن هم الحاربون من الیوم. اسم این رو یه اسم کد بذارید که یادتون بمونه، کدشو بذارید تثبیت زمان در وجود. زمان عین تغییره، زمان عین تغییره، ذاتش متغیره، درسته؟ برخلاف چیزهای دیگه که تغییر ذاتشون نیست. حالا حرکت جوهری ملا صدرونه که میگه همه چیز ذاتش تغییره در عالم دنیا، زمان دیگه حتی مشائین هم میگن ذاتش تغییره، درسته؟ ذاتش تغییره. میفرماید حضرت که این چیزی که ذاتش تغییره، انسان میتونه این تغییر رو تثبیت بکنه، ابدیش بکنه در وجودش، یعنی بهره ای از زمان ببره که این زمان تو وجود این ابدیت و ثبات پیدا بکنه. یعنی این زمان متغیر توی کارخانه وجود انسان میشه چی؟ میشه ثبات و تجرد. خیلی بیان عالیه. ان السعداء بالدنيا غدا هم الحاربون من اليوم. اگر میخوای تثبیت بکنی زمان متغیر، ذات تغییر در وجودت، فرار از دنیا. حالا خودش توضیح میده فرار از دنیا هم چیه. فرار از دنیا تثبیت زمان متغیر در وجوده. چقدر عالیه فرار از دنیا، پشت کردن به این تغییر، تثبیت تغییره در وجود. تثبیت یعنی تغییر رو ثابت کردنه، ثابت نگه که این تغییر میشه کمال. تغییر ضعفه، اگر تونستی تغییر رو ثابتش بکنی یعنی مثل علتشه، علت تغییر از یک ثبات نشأت میگیره، چون او محل علت برای این معلول ضعیفه. دقت میکنی؟ این تثبیت یعنی با رتبه علت این رابطه برقرار میکنی، این در وجود تو در حقیقت تثبیت میشه. او وقت لذا یه لحظه تو وجود انسان تثبیت بشه، یک تبکر انسان رو لذا داری کسی که ذره ایمان در وجودش باشه قطعا داخل جرفتش نمیشه، یعنی تثبیته. چون ایمان کجا محقق میشه؟ ایمان تو گذاشت تو ظرف زمان ایمان محقق میشه. مگه تو ظرف زمان ایمان محقق نمیشه؟ مگه تو ظرف زمان نمیشه؟ شک دارید؟ ایمان تو ظرف زمان تو وجود انسان محقق میشه، اما همین تو ظرف زمان ثبات و تجرد برای انسان رو ایجاد میکنه. لذا تثبیت زمان حضرت داره اینجا ان السعداء بالدنيا قدن هم الحاربون منها اليوم. اونهایی هستن که حالا ایشالله دنباله روایت رو جلسه بعد ان شاء الله در خدمت دوستان هستیم.